اللهم صل الله على فاطمة بابيها وبعلها و والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به الموك عوز بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقل محبوب ترین و اولین مخلوق خداست خود خداوند متعال میفرماد توی تمام مخلوقات من هیچ چیز رو به اندازه عقل دوست ندارم و تابع ترین مخلوق خدا هم عقله خداوند تو متعال میفرماد من عقل رو خلق کردم بهش گفتم بیا اومد گفتم برو گفتم برو،, برو بچرخ چرخید گفتم من از تو بهتر نیافریدم خیلی مهمه تا حدی که مبنای پذیرش عبادات شما عقل شماست شما صبح تا شب نماز بخون شب تا صبح احیان نگه دار اگر از این قوه الهی دادی خدا دادی درست بهره نبری دو رو نمیارزه عبادتت رباتش هم من اون جلسات خوندم که فردی زارن امام صادق امام باقر نقل می‌فرمان که یکی از بنی اسرائیل بود انقدر عبادت می‌کرد برای یکی از فرشته ها سوال شد خدای این کجای بهشته دیگه بیشتر از این که دیگه نمیشه عبادت کرد دیگه این تهشه خداوند متعال فرمود این همون اول اول همون دم در بهشت یعنی همین پوینت ترین جای ممکن خدایا خب قربون شکلت برم اونایی که اون بالا پس کیان دیگه بیشتر از این 24 ساعت بیشتر تایم نیست بیشتر از این چقدر میخواد یکی آخه عبادت بکنه خود من تا برای اینکه شبهش برطرف بشه بشه اجازه داد که تمثل کنه در قالبی که آدم بیاد پیش این شکل آدم بشه اومد رفت کنارش نشست و دید روزه است مثلا ولی خود من دارم امروزش میکنم فصل بهارم بود اون سرزمین سرسبز شده بود علافا در اومده بود و برگشت گفت همون فرد زاهد و عابد گفت عجب الفزار و چمنزار خوبیه اینم گفت بله الحمدلله خدا همچین چیزی بود آدم های هر چی ببینن یاد خدا میفتن دیگه آدم مؤمن اینجوریه از هر چیزی یاد خدا میفته بعد هر اتفاقی در مسیر الله باشه هر چیزی نشونه از خدا. خود اون مسئله برای این افراد جذابیت نداره ها چون سورس به خدا میده چون رفرنس به خدا میده جذاب میشه بعد گفتش که من موندم عمی... آدمه بقولی فرشته نه گفت من موندم این علفزارو خوب به حکمت خدا درمونم گفت چیش بپرس شاید من بتونم کمکت کنم گفت این که این علفا الان یکی دو ماه دیگه همش خشک میشه میره چرا خود خرشو نمیره به چرونه این الفا رو این بند خودی تعجبی گفت مرد به چی میمه خدا خر داره گفت دست شما درد نکن منو تو خر داشته باشیم خدا نداشته باشه دید بابا این شوت شوت تعطیله رو بعد گفت چی داری میگی گفتید نه این اصلا اعتقاد داره خدا خر داره گاو داره گوسفند داره و اینا من و تو خر داشته باشه خدا خر نداشته باشه این نقصه برای خدا مثلا خداشناسیش اینجوری بود یارو بعد خدا فرمود دیدی این همین دم در بهشت هم اضافی بش میدیم یعنی مبنای پذیرفته شدن عبادات شما عقله عبادات عبادت کی چقدر عقل داره چقدر عبادتش عاقلانه است برای همین یک ساعت یک ساعت نه چقدر ساعت غلطه ما ساعت الان ساعته اون موقع یعنی یک لحظه فی هاز ساعت و فی کل سا نه یعنی تو این یک ساعت یعنی تو این لحظه و تو هر لحظه ای یک لحظه تفکر بهتر از هفت سال عبادت هفت سال عبادت یعنی عبادت یه آدم 90 ساله 100 ساله که همش عبادت کرده باشه یعنی یک عمر عبادت این یعنی عدد عدد عمره برای چی برای اینکه میگه آ برای چی داری اصلا عبادت میکنی عقل اینقدر مهمه بهشت و جهنم بر مبنای اون تعریف میشه شما کلی نماز بخون کلی روزه بگیر بعد در راه خدا خودو منفجر کن یه داعشه بی عقل انتظار داری این آدم بهش بره عقل نداره نقطه مقابل عقل هم جهله در قالب روایتهای های ما علم در مقابل جهل نیست عقل در مقابل جهله چون ما آدم جاهل و نفهم داریم که علم داره اما عقل نداره عالمه میدونه این چیز بده اما مصرف میکنه الان که کراک میکشن شما میگونن کراک بده میدونم مثلا زخما کراکشون نشونت هم میدن و چرا داری میکشی عقل نداره دوز بی عقلی هم تو آدما متفاوته آره متفاوت یکی از مثلا دوزش بالاست یکی از دوزش پایینه تا این جلسات پنج جلسه ما به چی میخوایم برسیم به این میخوایم برسیم که جنود جهل لشکریان جهل رو در درون خودمون هممون داریم هممون کم و زیاد داره هممون داریم اینا رو بشناسیم اینا رو سرکوب کنیم جنود عقل رو بشناسیم دستشون رو بگیریم بیاریم بالا هدف اینه آقا. هدف این و به پیدا خواهد کرد من بدون اغراق به شما بگم اگر هر جلسه رو بخوایم ما یک هر جلسه رو بگذاریم برای یکی از این جنود هفتاد و پنج جلسه یک ساعت طول می‌کشه اینقدر مطلب هست راجع بهش این جلسه مقدمه بشه میشه شش جلسه حالا ما تو پنج جلسه که یقینا نمیتونیم حلش کنیم من کلیات رو میخوام تو این پنج جلسه بگم و بقیهش با خودتون برید اون روایت رو برید بخونید و عمر هم داشته باشه اگه یه سلسله جلسات ثابتی تو این زمینه باشه نشه اصلا غیر حضوری به قولی مثلا اینترنتی برگزار میکنیم، استودیو ضبط میکنیم، می‌ذاریم صوت و تصویرشو، اینجوری هم تو از این ابزار باید استفاده کرد دیگه با عنوان پیامبر درونی ازش یاد شده آقا شما پیغمبرتون رو دیدید یا ندیدید دیدید شما من ندیدم شما دیدید شک دارید ظاهراً؟ شدم دیدید من نمیدونم آها خب آه احسن سال به حضرت فاصله داریم چی ما تو مسیر پس نگه داشته؟ عقل پیغمبر درونی ازش بهره میبری؟ چقدر به حرف این پیانبر گوش میدیم؟ ببین الان خود ما داریم فوش میدیم به اون افرادی که در صدر اسلام به صحبت های گوش ندادن حضرت فرمودن کن تو مولا فاز مولا گوش نکردن همین الان خودمون چقدر به حرف این پیانبر درونی گوش میدیم؟ بازم متفاوت من اینجا میخوام تذکر بدم دیگه ببین اینجا یه نکاتی رو میشه یاد داد مین آدم ها مشکلشون با ن... ندانستن نیستا بسیاری از ماها خیلی چیزها رو میدونیم مشکلمون اینه که نیاز به تذکر داریم با این تذکر ها یه سری هایی که روش خاکستر گرفته شده فوتشون میکنی دوباره شعله میگیرن درست میشه پیامبرام یک بخشی از آموزش هاشون و آموزه هاشون یاد دادن بود اکثریتش چی بود تذکر دادن حالا تو همین امشب من اینو توضیح خواهم داد پس مبنای پذیرش عبادت پیامبر درونیه مبنای میزان بودن قوای انسانی ما چند تا نیرو و قوه داریم در وجودمون خدا داده نوش جونمون ازش هم باید درست بهره ببرید نه افراد نه تفریح وسط بالانس باید باشه بالانس زیر نظر عقله جاهایی که غیر بالانسه زیر نظر وهمه غیر عقلانیه از دایره بالانس بودن و تراز بودن عقلانی خارج شده اون سه تا قوه معروف شهویه قذبی و ادراک همه شهوت دارن حالت درست بعضی در بعضی بعض کمه که ایراده متوجه میگن سیب زمینی بیرگ ها خبری نی ها بخاری این یارو بلند نمیشه بعضی هم هستن حالت افراته. در و دیوار رو نگاه میکنن تحریک جنسی میشن اه؟ بعض اونجوریه اونم بده حالت کمش میشه خمودی حالت زیادش میشه شرح شین ر ه دو چش. حالت که زیر ا... نظر عقل باشه میشه چی افت آدم عفیف از قوه شهوتش استفاده میکنه اگه نکنه اشتباه شهوتش استفاده میکنه این ای آدمی که تشنه میشه آدم تشنه آب میخوره اما نه تو جوب. آب پاک آب تمیز آب آلوده به میکروب و ویروس و نجاست نه درست شد مسیحیت مشکلش چی بود خمودی داشت درسته میگفتن عیسی ازدواج نکرد شما هم ازدواج نکنید این راهبه هاشون راهبه ازدواج نمیکردن بعدن به هم جنس بازی میافتادن آره دیگه یه جای دیگه خرابکاری میشه دیگه چون خدا آفریده دین یه پکیج ببین عزیزان یه هندسه یه کلی داره یک ساختاره یه قور کنی یه برش دبه میشه آره فکر نکن یه برشو تغییر بدی باز میمونه نه سن ازدواج بردی بالا خرابکاری کردین تو دینت نیست از یه جای دیگه جامعت میزنه بیرون این میشه که در کشوری که اسلامیه برخی از مسئولین ما فهم صحیحی از اسلام ندارن اگه میفهمیدن میفهمیدن که پیامبر انقدر تاکید بر سنت میکنه یعنی چی شب و روزشونو میذاشتن برای تسهیل ازدواج جوونا الان هم چی میگن آقایون چی میگن میگن از من ازدواج نخواه. من ردیف میکنم تو بر و بیابون و خیابون و کوچه پس کوچه هر کو بکنید پلیس گیر بهتون نده از من نخوا من ردیف میکنم غیر اوز... داشتی از جوب آب میخوردی یا ردیف میکنم کسی بود کار نداشته باشه از من آب سالم نخوا برای من هزینه داره از من نوام ازدواج بخوا نه شرط کر... فراهم کردن مسکن نه هیچ چیز دیگه ای. و جالب مردم میپذیرن اون چیزی رو آب جوب میده این عجیبه این چرا میپذیرن قوه بعدی قوه قذبیه است خشم من و شما این خوبه؟ بله که خوبه قوه های الهیه. لازمه حالت کمش میشه جبنه، ما میگیم بزدل خارجی هم میگن مرغ آره یه مثل مرغ میترسه ما میگیم بزدله حالت زیادش میشه تحور هی دو چشم کار متحورانه میکنه یه نفر مثل کوریکودیل دهنشو وا کرده میره کلش میکنه دهن کوریکودیل آدم احمقیه، یقینا این آدم آدم احمقی برای چی بریم که هر لحظه حیوان حالیش نیست که در در دهنه رو ببنده بیچاره دیگه شما مثلا یه بچه کوچیک داره میره سمت یه حیوان درنده میگی ماشاءالله باری کلا چه میگی بچه اس نمیفهمه پس میبینید اگه از اون حالت تعادل خارج بشه میشه چی نفهمیدن باری بیعقلی بی جهل اینا میشه دیگه جبن شرح و میخوام تحور وسط میشه چی شجاعت آدم شجاع آدمی که شیر به حمله کنه در میره این دقیقا این آدم شجاع اگه بره سمت پنج تا شیر به حمله کنه سمت میگن دیوون است شیرها میخورنش خیلی واضحه مگه اینکه مطمئن باشه بر اون شیرها چیه پیروز میشه حالت بعدی قوه بعدی قوه ادراکه فکر کردن بعضی کلا میذارنش کنار میگن خدا آک بهمون داده نو نو هم پسش میدیم نایلون سوم کشیدن روش هیچ کاری ندارن اینا میشه حمق کودنی حالت زیادش میشه جربوزه بیش از حد از فکر استفاده کردن اینم درست نیست خیلی جاها اصلا فکر آدم و عقل آدم قد نمیده ببین خود عقل حکم میکنه که میگه یه سری جاها من یه سری چیزا رو فکر کردن باش به دست نمیره به یه چیز دیگه رجوع کن متوجه شدی اینجاست که شما به وحی مثلا رجوع میکنید میگه من نمیدونم اما عقل بهم به اثبات کرد فرمایش این امام درسته پس جاهایش هم که متوجه نمیشم بازم گوش میکنم ببین این یه حکم حکم عقلانیه جالب قرب در زمان مسیحیت در زمان قرون وسطا دقیقا تو حالت تفریط اینا بوده کم اینا بوده شهوت سرکوب غضب اگه یکی زد تو گوشت بیا اونورم بگیر سرکوب هم که کلا استفاده نمیکنه کسی حق نداشت حرف علمی بزنه اون بدبخت گالیله اومد گفتش که چی زمین دور خورشید داره میچرخه میخواستن آتیشش بزنن به خاطر افسجونش جونش حرفشو پس گرفت ما زنده زنده تو آتیش بسوزن بعد این تفرید یهوی مردم هلا تو اروپا به سمت چی رفتن؟ افراد الانشون بازم اشتباهه شهوت تهش غذب تهش استفاده از فکرم تهش میگن همه کارا رو ما با فکرم میتونیم انجام بدیم نیازی به وحی نداریم این خودش باز خریت این خودش حماقت و جهله شما از اینو فیلم سراغ ندارید که توش غضب آدم کشی کشت و کشتار و شهوت و وهم گودزیلا یا تو زمین در میاد یک کار رو عجیب غریبی یا رو جلوی گلوله جاخالی میده نمیدونم مثل ماتریکس و این چیزا یا وهم و این چیزای مثلا بی خود در یا مثلا فیلم مثل فیلم مثل فیلم, فیلم لوسی داره قدرت چی نشون میده قدرت فکر کردن فکر کن فکر کن قدرت این چرت و پرت میبینی چی شده چقدر جاله اسلام از اول به اون مسیحا میگفت عمو خیلی تو تفریتی بیا جلو اینا اومدن رد شده الان میگه عمو جان برگرد رد شدی یارو گفت از این بر پشت بوم نیفت اومد انقدر عقب از اون بر پشت بوم افتاد اشتباه داری میزنی داداش خب آره. داداش هم چه آره. خب این یه واقعیته ببین ما از کجا میفهمیم حالت درست چیه از کجا میفهمیم کجا شجاعت دیگه تحور نیست از کجا میفهمیم آقا یک نفر یک جا سکوت میکنه اون سکوتش عین عقله یک جا هست شمشیر داره میزنه اون شمشیر زدنش هم عین عقل این مبنا و معیار تشخیصش عقله پس لازمه ما برای که اصلا به و... آقا جان ببین اگر همین قوایی که بهتون گفتم بهش نرسید کج کله میشید ها زندگی تو میریزه به هم آ. الان خیلی از همین آقایی که اهل درس و بحثن مثل طلبه ها مثل اساتید دانشگاه قوه غضبشون سرکوب شده است قوه غضب میدونیم ما خودمون بهش چی میگیم هیجان هیجان نداره کارشون زندگیشون برای همین مشکل بود امام امام خمینی یه عبارت خیلی قشنگه یه عالمی بود در نجف ظاهرا در کجا بود در عراق حالا این یه روز رفتید این دجله چیز کرده تقیان کرده هیچ قایقی رد نمیشد گفت آقا منو بر اونور گفت من این میرم اونور گفت من پول میدم اینقدر پولا که ریسکو پذیرفتون صاحب بردشون ور بر تو اون رسیدن و گفت منو دوباره برگردم. گفت اما ما رو گرفتی گفت چی تو چیکار پول پولتو بگیر پول گفت داستان چیه گفت من خیلی اهل درس و بحثم هیجان ندارم هر از یه همچین کاری میکنم بالانس شم آره الان همین کسایی که امروز این بلا رو سر مملکت ما آوردن برخی از مسئولین ما در دوره جوانیشون دقیقا نگاه بکنید غضبشون داشتن اگه شما سیگارت میندازی این آرپیجی میزدن رفتی جنگیده تو ته جایی که دیگه خودتو خالی تو ورزشگاه بعد دیگه قاطی میکنی از تعادل خارج میشه شیشه اتوبوسا رو میزنی میشکونی بعد جالبه اون هیجان چون موجب و آدرنالین تو خونت میشه بهش معتاد میشی یعنی دفعه های بعدی که ورزشگاه میری نیاز به اون آدرنالین هست بهت بگم فکر نکنی مثلا عاشق فلان تیمی الزاما مثلا تو رو بیدارت میکنی میبردت شما میینه ورزش هایی که اهل بیت توصیه میکردن ورزش هایی که خالیت میکنه ورزش های حوازی سوارکاری تیراندازی شنا اینا رو باید برید یا مؤمن اینا تو برنامه کاریش باشه باید خالی بشی متوجه شدید بعد ما رو نگه داشتیم شهوت که سیب زمینی تشریفات داشته باشن باید چه سی سالش رو زن نگرفتیم که تقوا پیشه کنم تقوا تقوا پیشه بازم تقوا پیشه کنم با باباش در اومد لام مصب چقدر تقوا پیشه کنه یکم یک تو تقوا پیشه کن خب به دوغ بخورن که دوغ با تم کافور نمیشه که نه شهوت بابا اصلا به خدا چند نو عذر میخوام عذر میخوام اکثر جواب میدم جوون دیدی این انسان طرف نیستن این جماعت بابا نه شهوت اینو به رسمیت شناختی نه غضب اینو به رسمیت شناختی این کجا باید اون هیجان خودش رو خالی بکنه یعنی تو یک جامعه ایمانی باید روی ورزش‌های های سرمایه گذاری بشود که هیجان این آدم این آدم خالی بشه که تو خونه به پرپای کسی نپیچه میگه بچه‌م پ... استاد پدر ما رو در بچه‌م پرخاشگر شده بلند صحبت میکنه پدر مادرش میگم بابا خب این کجا باید این بچه خالی بشه تمام ورزش این شده هیجاناتش شده یه هیجانات که فقط انگشت داشته بخوره یا داره پیس بازی میکنه یا داره اون چه جو حی... اون بعد باید... ببین اون آدرنالین تو خون بمونی باید بعد با تحرک آره باید ح... استفاده بشه به قولی خب تو اون رو نشوندی مثلا هیجان کاذب اینا این بازی ها. این بعد بدوه از خونه هم یه جوری شده که بچه میخواد با... نه دو نه دو همسایه نه دو نه دو مردم یکی این فامیله ما بچه کوچولو دو خونه من گفت تو اومد گفت گو... عمو شما مردم دارید گفتم چی میگه باباش گفت خندیزه زن... گفت یعنی زیرتون کسی مثلا زندگی میکنه ما تمام هم کفم بودیم یعنی گفتم نه بودو بودو عشق کن زندگی کنم بچه نه جایی میبرنش همجد... با... چرا گوشی همه بچهای ما سر... بابا گوشی هم دستش نگیره بیرونم که نمیبریش شما مگه این و آدمه این امیال خدا داده عقل میگه چقدر باید استفاده کنی پس میبینی چقدر بی عقلی تو جامعه مناکمه بعد انتظار رفتار چی داری عاقلانه داری بعد میدونه اگر همین مباحث به مسائل سیاسی گره بخوره چی میشه میریزه شیشه خورد میکنه همه چی رو میره پایین بعد بهش میگیم بابا که داری برای شیشه خورد میکنی کی اصلا نمیشناسش به خدا یه اسم میدونه میگه مباحث سیاسی شو پس چه اون دنبال میگرده شیشه انرژیشو میخواد تخلیه کنه ما هیچ کدوم اینا به رسمیت نشناختیم و این بده واقعا مشکل امروز دنیا رو من جهل میدونم بیعقلی میدونم بیعقلی بر دنیا سایه افکنه بیعقلی مدرن جاهلیت مدرن نه جاهلیت قبیلگی مثلا اون الزامن حتی این جاهلیت از جاهلیت اعراب جاهلی هم بدتره به خاطر اینکه ابزارهای قوی تری داره دنیا رو خریت گرفته جهل گرفته تعارف نداریم وهم حاکم شده بر دنیا وهم میدونی چیه وهم همه چیز رو وارونه میکنه یعنی با اصل انکار نمیکنه دقت کنید خوب اینا رو اگه متوجه بشید اصلا خیلی شبهاتتون برطرف میشه وهم اصول رو رد نمیکنه دقیقا روی اصول سوار میشه اما وارونه جلوه میده مثلا انسان زیبایی رو دوست داره انسان محو زیبایی میشه به خاطر که به خالق زیبایی ها پی ببره اما خود اون زیبایی نباید براش موضوعیت پیدا بکنه یه آدم یه گل زیبا میبینه دوست داره نگاش بکنه اما دیگه بشینه 24 ساعت رو نگاه کنه اون دیگه بیعقلی متوجه شو چی میگم باید بگذره وارونش میکنه اندازش رو تغییر میده نسبت ها رو از بین میبره آدم به ترس خوبه ما ترس درست هم داریم درست شد شما دیدی یه جای پیغمبراش هم میگن من میترسم ترس درست داریم جبن نه ها خوف خب و یخافون یوم کان شر رو مستطیر میگه از میگه اهل بیتم هم از جهنم میترسن این ترس ترس درستیه متوجه شدید؟ نه که از دشمن آدم به ترسه طرف میبینی از خدا نمیترسه از صاحب میترسه از رئیسش میترسه میبینی این وهمه خود صرف ترسیدنه بد نی اما این جاش عوض شده از چی میترسی تو قاطی کردی سیستم ریخته به هم اصلی ترین دلیل مختار آفریده شدن انسان عقله چون تو با عقل میتونی راه پیدا بکن متاسفانه امروز بی عقلی نه تنها در سطح وسیع دنیا آقا من بارها اینو گفتم بین چیزایی میگم ملموس باشه و نصف کتا... کتاب رکورد کتاب گینس و بلکه بیشترش حماقت و خریته یورو 27 تا چاقو با دندونش تو داره تو گینس ثبتش کرد آ آه چه اهمیتی داره آخه مگه تو جای چاقو نگه داشتن دهن تو طرف تونسته تو یک دقیقه هم 63 تا سوس بخوره نه یکم به این فکر بکنید آخه این چه همه به چه دردی میخوره آخه مثلا تو اون کار انجام بدی رکورد درست کردن بلندترین ساندویچ آخه به چه درد میخور اون ساندویچ یکم این فکر کرد جالب خودمون وقتی میشنه میگم چه باحال اخبار داره میگه جالب تن که اخبار خودمونم میگه اینا رو یه موقع از شما یه استفاده رسانه ای از اون میکنی چون میگه بالاخره دنیا رو جهل گرفته اگر یه بمب خبری اینجوری درست بکنی با اون میتونی من بعضی موقع مثلا میگم آ بزرگترین کیک رو به مناسبت نیمه شبان برای امام زمان درست کردن بله این با خودش ترجمه کنه که آقا این بزرگترین کیک به مرزا خب این نمیشوان کیه پس این امام زمان کیه یه موقع یه استفاده اینجوری داری میکنی اما یه موقع مثلا بزرگترین سنجاق دنیا درست که 3 متر نمیدونم چقدر خب اون سنجاق به چه کار میاد دی... میبینی جهل رو یه جایی میخوام بگم این جهل جهل وسیعی که شما دارید این همه آدم کشی نشونه جهله این همه شهوتی که بدون حاکم شده نشونه جهله از حالت اعتدال و عقلانی خارج شده یک جایی بین ما هاست. بین خانواده های مذهبیه متاسفانه میبینی دوچار بی های جدی در حوزه روابط خانوادگی هستن اصلا هم خبر ندارن بهشون تذکر میدین چقدر انرژی خانواده ها سر دعوای مزخرف مادر شوهر و خوار و پدر زن و نمیدونم چی و چی این چیزا صرف میشه ها؟ چقدر عمر ادی واقعا سوهان اعصاب هر کسی می این آقای اما مخص اول زندگیش یک تایمی رو گذاشته تازه شانس برای اول زندگیش حل شه این گفت اخ اون گفت پخ بعد اینا غیبت نیست دیگه ها بعد میگه غیبت نکن میگه مگه دروغ میگم یا لام هستم که تومته که درستم بگی پشت سر طرف راز نمشه غیبته میکن بعد میگه غیبت بدتر از زنا با مادر تو خونه خداست میفهمی داری چیکار میکنی این جماعت میفهمن اینا رو به قرآن نمیفهمن به خدا نمیفهمن عقل ندارن و یعنی کی حاضر گناه زنای با مادر براش بنویسن ببخشید من چند جایی مثال زدم مجبورم آقا یه جامعه به کجا داره میره اسمش هم بذاری شیخونه امام زمان شما بردی مسجدی بشی ببین یک نفر داره با مادر خودش زنا میکنه با میسه نگاه میکنی یا حداقلش اقلش اینو رو, رو ترک میکنی نمیذار اون کار کنن پاشی به بیر گمشید بیرون مگه خونه خود جای این کاراست؟ هاست اینقدر آدم وقیه و بی حیات و خونه خدا یه خیلی بیورزه باشی میری که بیرون درست شد آیا وقتی معصوم میفرماد این حکم غیبت عین اینه شما غیبت اینجور میبینید تا یک مجلس غیبتی ببینید دیوونه بشید برید بیرون حداقل اون آدمایی که تازه نمازشون تموم شده هنوز دارن هم دست میدن سر نماز جامد. بعدم پشت سر هم همون لحظه زیرا به یکی میزنن اینا چیزی از احکام الهی میفهمن چطور یه جوونی یه جا جو بر شهوتش نمیتونه غلبه کنه یه غلطی میکنه که همون غلطش هم اشتباهه میشه بعد اخ چیز چرا خاک تو سرش نمیتونه خوش کنترل کنه اما تو که نمیتونی جل غیبت تو بگیری تو خوبی تو هم بر اون شهوتت غلبه کن دیگه اون شهوت حرف زدن وقتی می سراغت. وقتی یه لحظه دوست داری با گفتن اون حرف خالی بشی ها چرا اون اینو نمیبینی این دینداریه برید احکام الهی رو همه چی باید حتما جنسی باشه تا یه دیتکون بخورن برای همین معصوم گناه جنسی مثال زد تو یک بفهمن گفت این عین اون گناه جنسی بلکه بدتر معصوم میفرماد ربا از هفتاد بار زنا با مادر در خانه خدا بدتر است تن آدم میلرزه چون ظاهرا وقتی می... قرآن فرمود جنگ با خدا ظاهرا یه دی نفهمیدن یعنی چی چون جنگو فقط میبینن که شمشیر بزنن یه خدایی هم به شکل انسان رو زمین باشه بزن تیک تیکش کنن معصوم میاد باز دوباره اینجوری میفرماد شاد یاد تکون بخورن مینی بین ماها هست آقا جانی تعارف که نداریم که کم و زیاد داره و اگر بهشت میخوای اگر میخوای این گریه زاری های این شباد اگه میخواین روزه، اگه میخواد نماز درست باشه باید کارت اقلانی بشه یکی بر جنود جهل بخونی رو بخونید همینا جزشه لشکریان جهنم بخورید اون 75 تا لشکر اون سر لشکراشون برید ببینید همینا جز بشه بعد انتظار داری تو نمازت هم بخونی اون دروغ هم بگی اون غیبت هم بکنی ربا هم بخوری این نماز بالا بره ذهی خیال باطل ذهی خیال خام تصور باطلی داری 50 سال طرف داره میاد هیئت میشینه پا میشه از ایثارگری امام حسین میشنه از عدالت امام حسین میشنوه از شجاعت و فداکاری امام حسین میشنوه و بقیه شهدای کربلا ذره آن شنیده ها در رفتارش تاثیر نداره خودش ظهر آشورا روزه نماز جماعت رو دارن میخونن روزه سعید و حبیب رو براش میخونن بعد چقدر این براش اهمیت داره نماز اول وقت جوک خب آ... شما یه همچین کسی رو آدم عاقلی میدونید که خدا بدونه رو کلام بزن قاضی کنیم دیگه میخوام حرف کاربردی بزنیم آقا به در زندگیمون بخوره معصوم میبینه ما خداوند متعال میبینه ما نمیفهمه میگم بابا لامصب غیبت نکن میبینه نمیفهمه میگه داداش تو دوست داره میگه آره میگه بکن بمیره بیفته جلوت چاقو بهت بد بدن بگن که تیکه رو بکن بخور داره عینی میکنه مثالو میگه چقدر بدت میاد از اون کار باید از غیبت کردن انقدر بدت بیاد که تو استخون بندی درست جا افتاده باشه وگرنه از مسیر اقلانیت و اسلام خارجی تو ما مشکلات داریم آقا بعد میگه فکر ما طرف چل سال حیعت میره پنجاه سال نماز بخونه انگار نه انگار همچنین تو هواپیما مشهد احیای 23 با مشهد بنده بودم جای شما خالی نایب و زیاره همه دوستان هم بودیم که میگم نایب و زیرا بودم دروغ نمیگم من اول اون عزیزان که مستمع سخنرانیام هم هستن همیشه هم زیارت میرم براشون دعا میکنم تو بعضی فرصت داشته باشم یه زیارت مخصوص برامون انجام میدم خدمت شما عرض میکنم که داشتم راه برگشتن یه پیرمردی که من نشسته بود یه اینجوری کرد شروع که بو کشتن گفت کی سیر خورده گفتم من نمیدونم حالا من که نخوردم حالا نمیدونم بابا گفت ای خدا لعنتت کنه ای بابا بی خیال حالا یه سیر خورده بدبختی لعنت پیرن مشکی تن تو پیرن مشکی تن من بعد زرتی زرتم تصمیم انداخت یا صاحب از یا الله یا صاحب از یا الله که هم باش بحث کردن اصلا قبول نمیکن بس سه چهار نفر ما رو تو هواپیما چون شناخته بودن موقع نشستن هواپیما دیگه بلند شد قشنگ دیگه گفت اجازه کمر بندار. شروع کردن اومدن سراغ ما آقا آدرس تلگرامتون و سایتتون و شما رو چی اومدن سراغ این فهمید من یه کاری هستم حالا حالا به زحمه خودش گفت آره شغل چیه کارت چیه و فلان چیزا بعد شروع کرد منو نصیحت کردن که تو سخنرانیات حالا که تو سخنرانی تو سخنرانی اینا که من بهت میگم برو بگو هفت گفتم چند سال تو گفت 74 سالمه 74 سال از خدا عمر گرفته نماز خونده مد... مقید بوده میگفت من 20 سال تمام احیا رو مشدم بعد بابت یه سیر خوردن که من با هم بوی سیر تولا متوجه نشدم نه والا وهمش بود بوی سیر چطور خدا ل... گفتم تو چطور رو دلت میاد یا محب امیرالمومنین لعنت کنه یه سیر میبینی چی اون قبول اون نباید این کارو میکرده بله امام صادق میفرماد من زمانی سیر میخورم که بخوام برم تو بیابون را برم یعنی با کمی کسی مصاحبت نداشته باشم اذیتش کنه اما دیگه لعنت خدایش بیه انصافی دیگه لعنت خدا برای شیطون استفاده میشه اللهم الان اول از ظالم انسان ما حق محمد و آل محمد استفاده میشه بابا یه مومه شیعی رو برداری خدا آه لعنتش کنه سیر خورده این بس این مشکلات بینه باید خودمون آقا استخون بندیم تا حالا کسی نیومده بهت بگه مشکل داری نه همه اومدن گل بلبلی بهت گفتن شما خیلی خوبید خیلی خوبید اینا آره خوبید بعد خوبتر باشید حرف من نه. خود شما رو هم نمیگم اوسی کن و نفسی خودم هم داره اول خودم هم میگم خب بعد بشین بررسی کنیم عقل در لغت به منی بنده تنابی که نذاری خودمون ورتر بر بری اصلا ببخشید پن... تنابی که پای شطور و حیوان میبستن گفتن چی عقل آقا حیوان بله اگه عقل نداشته باشه این بشر دو پا از هر حیوانی حیوان تره این قتلایی که انسان میتونه انجام بده کی میتونه انجام بده کدوم شیر میتونه اینجوری آدم بدره ها کدوم حیوانه میتونه بمب اتم بنازه تو یک ثانیه 65 هزار نفر توی بمب بعدش هم هزار نفر رو کشتن بده تو یک ثانیه عقل یعنی بند عقل یعنی یه جای دلت میخواد میگه اشتباه میکنه دلت میخواد بی خود کرده خود من شما خیلی جا استفاده میکنه داره خیابون داری میری مثلا مغازه شیرینا گشته بیرون دست میری شیرینا بعد میخوری میری اصلا فرزن دینم نباشه میگی نه پلیس میت میگیره, میگیره. پدرمو در میاره عقلت جلو تو میگیره جلو خواسته تو چیه میگیره عقل. ما همینو میخوایم اگر از عقل و از این بازدارندگیش زیاد استفاده کنیم عادی میشه میشه رفتار عادیت متوجه شدید قانونا دیدید قانونا یه جورایی شکل عقل عمل میکنه دیگه داره به شما میگه که این کار رو انجام نده اروپایی الزاما دین دارن اصلا دین دغدغه دق شونه مثلا اون حکومت با سکولار پس چرا اون, اون نحوه عمل کرد قانونی الان برشون شده چی فرهنگ یعنی طرف بله میدونی که تو آلمان قانونه که اگه یه جا تصادف شد شما باید به ایستی به اون آدم کمک کنی تو مملکت ما برعکس باید در بری چون وایسون برداری ببریش اول خیر خودتو میگیرن تو زدی بهش قانون اون مشکل داره قانون اونها اسلامی تره اونجا اگه این یارو بمیره میتونه اون طرف خانواده شکایت کنن بگه ما رفتیم فیلم های دوربین و فلانجا رو در بردیم این ماشین با این پلاک رد شده کمک نکرده بده بیاد پول رو آقا امینه اون چیزایی که 1400 سال پیش اهل بیت ما فرمودن اونجا قانونه شفافیت اموال دارایی های مسئولین امیرالمومنین وارد کوفه شد خلیفه شد حضرت فرمود علی بن ابی طالب با این لباس و با این اسب اومد شفافیت اموال دارایی موقعی گرفتن پست و فرمود موقعی هم که دارم میرم همینا باید باشه نه بهتون خیانت کردم بعد ما تیکه پاره کردیم خودمون امسال تو انتخابات به این شیشتا نامه زدیم که آقا اموال داراییاتونو بیارید اعلام کنید یه دیشون گفتن نمی‌کنیم یه چیزی که امیرالمؤمنین 1400 سال پیش خواسته بودم گفت نمی‌کنیم چی بگم من حالا این تا اینجا ای ماجرا از اینجا به بعد به شدت جالب میخوام خوب دقت کنید من میخوام جلسه اول این بخش رو تموم کنم تقریبا 20 خط این س... کاغذم 4 رو رفتیم بابا خدایش من تون, -تون صحبت تازه میکنم یکی از همین دوستان ما هست سخنران خیلی آروم آروم صحبت میکنه بعد گفتم به من این تو بخوام صحبت بکنم و یه جلسه میشه 25 تا جلسه تون هم تازه صحبت میکنم بعضی بهم میگم یه ما بعضی سخنه تو رو باز میزنیم عقب دوره می چی گفتین تیکه رو دوباره گوش میکنیم ببینید ما یه عقل مطبوع داریم یه عقل مسموع عقل مطبوع اون چیزی که به دنیا باش داریش عقل مسموع اون چیزی که باید به دست بری مطبوع یعنی طبیعتته تبع شده عرب به تبع میگه چاپ در وجود تو چاپ شده است اصلا عقل مسموع به دست آوردنیه مبنا کدوم برای محاسبات مسموع مسموع درست اما خود رو لحاظ میکنه که این با چه عقل مطبوعی به دنیا اومده حالا یه سال آیا ما موقع آفرینش عقل مطبوع یکسان داریم آره یا نه این خیلی مهمه ها تو جبر و اختیار تو عدالت الهی اینجوری که از شبهات نه خیر برابر نیست یک سری قوا در برخی از ما بیشتر و در برخی دیگر چیه کمتره مثال برای شما بزنم خدمت شما عرض بشم مثل بچه مثل دوقلو دوقلوی همسان تولید یه کارخونه دیگه کار هیچ فرقی با هم نداره بعد خدمت شما عرض بکنم که یه تربیت یه لغمه میبینی یکیشون بخیل اون یکی نه بچه دو سال سه سال ها یه اون یکی میبینی مثلا میره از سر سفره چیز برم داریم به همه میده دیدید؟ بعضی بچه هستم پدر تو در میره یه بچه هست نمیتونی چیز دستش بگیری جی خدا درست میکنه ای اینا با هم فرق داره ما ها موقع یعنی اون قوای ابتدایمون بر ما چیه؟ متفاوته خب خدایا این که دیگه عدالت نیستش که تو آب کلا اینجا خوشگلی هستن آفرینش چقدر زیباست شما خط شروع این مسابقات دو دیدید مساوی نیست ظاهرا کنار هم نیست درسته هر کی به مرکز دایره نزدیکتر میشی اون خط چیه عقب تره میدونی چرا جاشون شروعشون با هم یکی نیست اما عادلانه. است چه چی شد فاصله شون تا خط پایان چیه یکیه در یکی هستن بچه هستن بدون من حسوده هنر تو اونجاست که شما با عقل مسموع عقل مطبوع و درستش میکنید آیتولا حضرت آیتولا بجرد میفرمود که اگر یک ایراد در شما هست تو زیاد تکرار کنید به خودتون تذکر بدید وای بر من چرا دروغ گفتم وای بر. این تذکر زیاد چی میشه ملکه درونی شما میشه کاملا میشه جزء من عذر میخوام میخوام عذر, عذر مجموعه مثال بزن. بچه کوچیک اون عقل رو نداره درسته یه سری کارا غیر میکنه شما مهمونی میری شاید بازم غذا دلت بخواد اما یه سری ملاحظات میکنی نمیخوره اما بچه حالیش نمیشه میره وسط سفره میره وسط میوه ها بچه غریزش اون لحظه دوست داره گوشتشو میخواد میخوره از میخوام ادرارش بیاد نگه نمیداره. درست شد چون غریزه اش حکم میکنه که خود راحت کن اما یه سوال الان تو این سن و سالم اصلا به این فکر میکنید شما اصلا یه بار به این فکر کردید که اصلا ادراره رو نگهش ندارم <applause> گرفتی چی شد چه مثالی بود؟ نه امکان نداره چرا؟ چون در صورت تکرار در... به خاطر تکرار در وجود شما چی شد؟ نهادی نشد قبایلی داریم همین الان رو کره زمینه که این... اینو لحاظ نمیکنن. چون براشون بعد نبوده حیوانات هم لحاظ یه سه حیوانات هستن تربیت میشن لحاظ میکنن ما دقیقا اومدیم اون نفس حیوانی رو چیکار کنیم با عقل به تناب بکشیم عقل یعنی تناب دیگه به تناب بکشیم پس آدم ها موقع خلقت بسته های شبیه هم دیگه نیستن اما خط پایان یکسان دارن این زیباش من با چی باید بفهمم کجا باید برم این سوال من و شماست دیگه تا کجا رو امشب میتونیم بگیم جنود عقل و جهل در همه انسان ها پنهانه همه ما 75 تا اون جنود عقل هم داریم 75 تا جنود جهل داریم هممون بلقوست باید یاد بگیریم جنود جهل رو سرکوب کنیم جنود عقل رو میدون بهشون بدیم امیر مؤمنان میفرماد اگر یک کاری رو دوست نداری اما میدونی خوبه میدونی این کار درسته چرا؟ عقلت بهت حکم میکنه کار درسته اما دلت دوست نداره حضرت میفرماد ادای اون کار رو در آدم بخشنده نیستی عقلت میگه بخشندگی خوبه ببخش بعد از چند مدت این کارو کردن این ملکه درونی شما میشه یه بخشندگی میشه برای شما اصل اینو باید لحاظ بکنیم جنود جهل یه سوال اینجا پیش میاد که بله خیلی شنده میگن جهل خودش وجود نیست نبود عقله ببین میگه سرما وجود نداره نبود چیه گرماسی تو مباحث فلسفی مون تو بحثایی که یه چیز فوق اینها داریم که اینها به خاطر اثرگذاری که دارند خوب دقت کنید به خاطر اثرگذاری که دارن وجود محسوب میشن ببینید جنود جهل حسد وجود نداره نبود یه چیز دیگه است درست شد تا زمانی که چیه بلقوس وقتی بلفعل شد وقتی اسیان کرد وقتی جولان داد دیگه وجود داره دیگه برای همین امام صادق علیه السلام میفرماد خدا با عقل صحبت کرد بعد با جهل صحبت کرد میگه با چیزی که وجود نداره یعنی چه صحبت کرد شیطان میاد همون قوه های بالقوه جهلی ما رو چیکار میکنه؟ بلفعلش میکنه تحریکش میکنه اونایی هم که بلفعل شده است و بیشتر تحریک میکنه با استفاده از وهم خوب دقت کنید با استفاده از وهم قوه عقلی رو چیکار میکنه؟ گفتیم وهم کارش چیه؟ وارونه میکنه آفرین غیرت خوبه شیطون جابجاش میکنه میشه بد دل میشه بد دل اونا رو وارونش میکنه نسبت ها رو هم یکی کارش شیطون وسواسه آقا خداش بهت گفته اینقدر آب بکشیم پاکه یا رو ول میکنه خدا بخشیده این نمیبخشه این شیطانیه ما داریم یک جای معصومین معصومین الگوی ما هستن قبل از اینکه برن دستشویی چیکار می‌کردن سر پاچاشون آب می‌پاشیدن این طرف میاد دستشویی میاد بیرون نگاه کنه سر پاچاشو ببینه قطره خیسی چیزی هست یا نه روایت داریم که این روایت مبنای در واقع فقاهتی تو این حوزه است تقریبا همه علما اینو مبنا قرار دادن یکی از یاران امام صادق ایستاده سر نماز خون اومد دماغش خون دماغ شد بعد خب اگر بین رو پیرنش ریخ یا روی زمین ریخت اگر روی زمین ریخته باز ترشون نکرده باشه به سر پاچه هاش بعد از امام که پرسید امام فرمود اصلا نباید نگاه میکردی باید نماز که. یعنی این کنچکاوی درست نیست الهی و اسلامی هم نیست آدمایی که وسواسن هم خودشون از دین زده میشن هم اطرافیانشون من دیدم و خانمایی هستن وسواسن بچه هاشون به دین تمایل ندارن چون تا بهشون میگه دین داری میگه یا خدا و بابای ما رو در بیاره دوباره ما رو تو لگن وای تکس بشوره در بیاره فلان من دیدم و بدبخت مثلا بیرون اومد روزنامه پن میکردن جلو پاش بود و برو از همینجا هموم هموم بالا بریم دستشوی دستامون هم بش هموم گفت گفتم چه اینجوریه مادر شما گفت بیچارهمون کرده روزی دو بار سه بار بعضا ما رو میفرستم بیماره بیماره خداش بخشیده نمیبخشه عجیبه دیگه اینا دیگه کیان اینا راهش چیه شیطون نگاه کنید و من بگم چون خیلی سوال میپرسن یه توی چیز سخنی گفتم یادم از مشهد و کجا داشتم میشم تو دامغان و ایستاده بودم یه نفر تلفنم زنگ زد قشنگ یادمه قبل نماز ظهر بود گوشی رو که برداشتم طرف گفت من به حدی وسواس گرفتم که با خودم میگم اگر دکمه های پیراهنمو توی 10 ثانیه نتونم باز بکنم بچه‌م میمیره یا یه چیزی بهتون بگم خوب گوش کنید اینم خیلی مبتلا بهه. جای روتون نمیشه برید بگید ها هستن خدای نکرده تو ذهنشون توهین به برخی از مقدسات میاد فکرش درسته و بابت این بسیار چی میشن اذیت میشن این کار شیطونه و من آدم میشناسم میگفت من سر نماز نعوذ بالله به با خدا فوش میدم میگفت نمی نماز میگفت نمازو گذاشتم کنار که گفتم شیطون به هدفش رسیده ببین تو دوست داری بابت اون فکری که سراغت میاد یا نه قطعا خوشت نمیاد درست شیطان همین کار میخواد با تو بکن. راه رهایی از وسواس چیه؟ اصلا به تو چه؟ راه شبینه اصلا به تو چه؟ اصلا توجه نکن شیطان من تو زنو بیبه با این حرفان، من مخلص خدام این فوش مال من نیست هر چی میخوای بکنی بکن خدا یه بند خدایی بود به من میگفتش که بینه کن اینا عجیبه ها بعض موقع ببین من همین الان که این نکته رو گفتم دیدم بعضی سر تکون دادن یعنی بینشون تایید خب مبتلا بهمون تا روشو نمیشه بنجا بین. یک میگن چون میگن بریم بگیم میگن دیوونه است سرما بخوره میره دکترا این مشکلات حاضر نیست سراغ روان درمان بره فکر کن ب... زشت فهم میگن روانیه نه این نیستش به ببین طرف با خودش میگه میگفتش که من بعضی وقت درو که میخوام باز بکنم با خودم یه لحظه سوت کنم دستم به در میچسبه با خودم فکر نمیرم باید. نه که بره درو در باز بکنم گفت مثلا شما دیدید وقتی راجبه به چیزی فکر میکنید تو فکرتون رو مسیر رو میرید چه فردا برم دانشگاه قشنگ در باز میکنید میری جلو کیفتون رو برمی‌دارید اینطوره اون خیلی سرینه ده. میگفت یوهای قفل می‌کرد فکرم رو چی رو همین دره نمی‌ذاشت دمش بدن گفت دستم گیر میکنه بخوام دستم بکشم این گوشتای دستم به دستگیره در میکشه فلان بعد منش گفتم خوبه خوبه آفن راهش میری چی بودم گفتم بهش بگو ابی نده. خب باشه کندش به دره دستم کند به دره اصلا رو هم در بدم چه گفتم بمیرم به داره؟ مگه مرگ زندگی دست خدانی خب پس به درک آقا 24 ساعت نکشید با ما زنگ زد گفت خدا پدر تو بیامرزه من از یه مشکل دو ساله راحتم کردم داشتم دیوونه میشدم شنیدم طرف من میگفت و تماس گرفته که من هی hey, بچه‌م میره بیرون فکر می‌کنم میره زیر ماشین میمیره میره زیر ماشین الان خبرشو برام میان میرم می اونجا می میرم پخش آسفالت شده فعلا گریه کرد بند خدا بچه کوچیک بعد بهش گفتم که ببخشید ناراحت نشید اگه میخواد گفتم بدرک رو بچه‌ها بزن باش مگه خدا نیافرنده دادم خب پس گفت یعنی چی خدا نکنه گفتم همین دیگه همین همین مشکل توه وسواس یعنی گیر اون قوه وهم میاد چیکار میکنه تو رو یه جه وسواس یعنی به هم خوردن نسبت ها دو بار بعد آب بریزه 20 بار آب میریزه نسبتش همین قدر. چرا بیشتر کمترش میکنی بعد میگه آقا همه چی دست بعد یهو مینی نمیتونه چون تو سر گره رو باز میکنی تمام وسواس کلاف شیطونه این سر کلافو که گرفتی همینجوری میکشی تمومی نداره بعدا که نخ ازت آویزون شد افتاد پایین همجوری داره میکشی سر کلاف و گره میزنه به ته کلاف تا آخر عمرت بکشه اینجوری یه حلقه بسته رو داره میکشی این ویژگی وسواسه اصلا توجه نکنید شیطان اومد به بگو گوره پدر تو شیطان من مخلص اهل بیتم علج تو چون اینو گفتی فردا دو رکعت هم نماز چیز بخونم مستحبی اضافه میکنم به نمازا ن... وقتی توجه کنید آقا به میمون فکر نکنید اول اتفاقی میفته تو ذهن تو میمون مجسم میشه درست شد ببین اصلا فکر ف... فقر... اصلا فکر رها که خب میمون بدرک خوش راحتت میکنه یعنی نخو پاره کنید شطرنج برره بازی کنید با شیطان چیزی رو بازی میکردن لنگ دمپای میبرد بالا میکوبید وسط شطرنج گفت بیا بسم الله چیش <تص> مات آره با شیطون ببین با دو دو تا شیطون دو, تا دو دو تا چهار تا شیطون که بازی بکنی که اون اصلا برات مسیر میچینه تو اگه قشنگ برات فلو چارت میشینه شک نکن میشینه برات فلو چارت میچینه دیگه برای امشب بس نکته بگم تا میشینه برات فلو چارت درست میکنه ببین خوب دقت کن میگه خب اگر گفتی آری این فکر تو ذهنش میندازم اگر گفت نه این اگر فلام بیچاره میکنه میری دو ساعت داری فکر میکنی سرسام گرفتی دیوونه شدی اصلا اعصابت خورده دوخ کردی آمپر چسوندی از اول باید با شطرنج برری بازی کنی زمین بازی رو شیطون نباید تعریف بکنه تو زمین بازی شیطون بازی بکنی تا آخر باید بازی بکنی دور و تسلسل داره می دوباره تو دور تسمس مبادا اینا اینا مردم رو درگیرن بابا هی دارن مو زنگ میزنن هی سوال میزنن تو سایتمون می هی اس ام اس میدن هی نمیدونم چه اینام عجب بعد میپرسم که اینا خانواده مذهبی طرف بعضی از, از, از این طرف کارش به جای که من نماز گذاشتم کنار به خاطر این چیزا اه. دقیقا شیطان به هدفش رسید و از این در مورد برخی از اهل بیت پیش میاد عاشق اهل بیت میاد روزه یا یه فکر بدی میاد تو ذهنش توجه نکن همون لحظه دو تا صلوات بفرست بگو ببین این کار کردی که من تو این کنم من عمدن صلوات میفرستم که چی درود خدا رو بفرستم تا چش تو درات اصلا بگی آه هر دفعه از این, این کار کنی من ده تا صلوات میفرستم اگه دوست داری صلوات بفرست باشه باشه تو هم بگو من صلوات میفرستم تو زمین اون بازی نکن که تو تو زمین بازی تو بچین خب برای امشب فکر میکنم کافی باشه سرتون رو درد بردم اصخایی میکنم فردا این بحث رو من ادامه میدم که حالا کسایی که متفاوتن چطور باید بگی استاندارد چی برسن واحد مبن... مبانی چیه با چی باید خودشون بسنجن یکی از ب... بعضی هستن از بچه اصلا دروغ نمیتونن بگن دیدی؟ اصلا بهش میگن بچه ما ارزه نداره دروغ نمیتونه بگه. یعنی دروغ نگفتنش الزامن به خاطر تقوا و اینجور چیزا نی اصلا دروغ بلد نیست بگه بعضیا هستن اصلا, اصلا ارزه دزدی کردن ندارن میترسن از دزدی کردن متوجه خب این چطور باید حفظ کنه اون قوه داره اون کسی که نداره چجوری باید به اون برسه ان شاء الله شب های راجع به این صحبت